بازم خوشحالم یه نوبت دیگه جمعی از دوستان، جمعی از همدلان دور هم به هر بهانه‌ای که شده جمع میشن و این جمع شدن ها خیلی خیلی مبارک هست و گمان میکنم که تا حدودی صحبتی هم خواهم کرد به همین مسئله جمع شدن، گرد هم جمع شدن، معنای گرد هم جمع شدن که دغدغه اصلی همارن هم دیگه هست پایین پرداخت در راجع بهش صحبت اما قبل از اینکه وارد اصل مطلب و زندگی و آثار و اندیشه های هانارنت بشیم یک نکته ای از خود هانارنت باز به وام میگیرم تا بگم که دایره سخن چگونه و کجا محدود خواهد شد و از مخاطبان هم انتظار میره که به چه از چه منظری به این صحبت ها نگاه میکنه. یکی از نقطه های بسیار بدی و زیبا توی فلسفه هانارنت فلسفه ارزشی بود، به این معنا که میگوید ارزش در به تعرض به خود بودن چیزیست. با یک مثال ساده این رو میشه روشن کرد. مثلا فرض کنید که شما اگر در یک کبیری باشی یک شمش طلا هیچ ارزشی نداره، چون به هیچ دردی نمیخوره هر چقدر هم که شما اون ارزش رو بشید. وقتی که میگه آنارم چیز منظورش اندیشه ها هم هستن، یعنی اندیشه به درد بخور بودنش هست که اهمیت داره، یعنی ما باید بتونیم از اندیشه استفاده بکنیم و استفاده‌ای که آثار و عوارض پایدار در زندگی ما و زندگی عمومی داشته باشه. بنابراین در واقع سوا کردن اون بخش‌هایی که به درد ما می‌خوره برای ما خیلی مهم است. اندیشه فقط به درد قمگذر کردن نباید بخوره، نباید اندیشه مال این باشه که شما بتوانید از حفظ بسیاری چیزها رو بیان بکنید، باید اندیشه رو از آن خودمان بکنیم. این دردی است که جامعه ما مبتلاش هست، یعنی حتی کتاب خونده هامون، درس خونده هامون میتونن در حس چیزهایی رو بگن، اما از اون چه استفاده ای میکنن؟ امروز برای حل کدوم مسئله ما اینها به چه نوع و به چه دردی میخوره و چه استفاده ما میتونیم ازش بکنیم؟ ضرورت این هست که ما بتونیم اندیشه هایی رو که باهاش ارتباط برقرار می کنیم مال خودمون بکنیم و ازش استفاده ای برای حل مسائل خودمون بکنیم. از این مقدمه که بگذاریم، من معمولا توی صحبت هایی که راجع به افراد می کنم کمتر به زندگیشون می پردازم، اما هانارنت یک استثناست، یک استثنای جدیست. زندگی و اندیشه هانارنت چنان در هم پیچیده و چنان در هم تنیده و چنان به هم آمیخته است که واقعا نمیشه در این دو تا از هم تفکیک کرد. هانارنت به نام تجربه زندگیش خودش در یه نامه ای به یاسپرس می نویسه که آنچه که من ازش سخن میگم فقط اندیشیدن به تجربه های خودم هست، اندیشیدن به تجربه های شخصی خودم هست. و شما میدونید که هانه آرن در دورانی زندگی میکرد که دوران پربلایی بود و خودش به اون دوران عصر ظلمانی یا دارک تایمز عنوان میده، عصر توتالیتاریسم بود، عصر جنگ جهانی بود، عصر آدم کشی بود، عصر زندان بود، اصر نبودن آزادی بود و بنابراین همین چیزها بود که در واقع هانارنت رو خودش مشهور میکرد و از دل همین هاست که اندیشه های بدی او سر برآورد. هانارنت آلمانی بود، هانارنت اما یهودی هم بود و این آلمانی و یهودی بودنش خیلی در نظراتش و دیدگاهاش تأثیر. هانارنت در اوان جوانیش موقعی که توی دانشگاه تحصیل میکرد
رژیمی هیتلری بر سر کار آمد. خانم هرین در ذهن یک تناقض در زندگیش اتفاق افتاد و اون این بود که خانم هرین شاگرد هایدگر بسیار به هایدگر علاقه من بود و با نگاه ستایش آمیزی داشت و حتی تصادفا مسئله از رابطه شاگرد استادی گذشت و هایدگر و هانا آرنت عاشق و معشوق هم شده. اما تقدیر این گونه بود که یکی در صف نازی ها قرار گرفت و یکی در صف شکار نازی ها قرار گرفت و هانا آرنت مجبور شد که از آلمان فرار بکنه و ابتدا خودش رو به فرانسه رسوند و بعد هم که در امریکا رحل آمد. این مسئله یهودی بودن، این مسئله احساس بیگانگی در جامعه، احساس این که غریبه به حسابت میارن، احساس درجه دو بودن، شهروند درجه دو یهودی، هانارن یک کتاب در اسم ریشه های توتالیتاریسم که تقریبا میشود گفت که اولین کتابش هم تو این کتاب فصل اول اصلا به یهود ستیزی و مشکل و مسئله یهودی میدارد. اما اگر یک کمی ریزبینانه و موشکافانه تر نگاه بکنیم متوجه میشنیم که این فقط مسئله یهودی و یهود ستیزی رو در واقع تر نکرده است. یهودی بودن و یهود ستیزی خب واقعیتی بود و واقعیتی به عدناک توی این دنیا برای یهودیان هست. ولی مسئله این است که زندگی کردن در کشوری که شما ناگزیر هستید که درس باشید به نام موقعیتی که پیدا میکنید به هر دلیل، که این میتواند اگر مسئله یهودیست در آلمان جهان بسیار دوره جنگ جهانی دوم در آلمان نازی ها اونجا نژاد شما رو درجه دو میکنه و نمی توانید به مرتبه انسانیت خودتون ارتقا پیدا بکنید به دلیل اینکه نژادتون این گونه است. در جایی ممکن است که شما به دلیل جنسیتتون این گونه باشید، یعنی مسئله عام است به خاطر اینکه مثلا زن هستید این اتفاق بیفته. یک جایی مثل امریکا ممکن است که در دوره بسیار طولانی به خاطر رنگ پوستتون این اتفاق براتون بیفته و در بسیاری جاها حالت عامترش این گونه بوده است که به خاطر اندیشه متفاوتتون در اینجا دوم محسوب بشید. بنابراین اونجایی که هانا آرنت به مسئله یهود ستیزی میپردازه فقط مسئلهش مسئله یهودیان نیستند، مسئله این است که چگونه ممکن است که از کسی شأن انسانیش رو دریغ کنند و در این موقعیتی که شأن انسانی انسان دریغ شده است چگونه باید زیست و چگونه باید زیست تا دوباره این شأن انسانی رو به دست آورد. این مطلب رو توی اینا البته بخشی از زندگی نامه جا من بذارم میگم اون حقه اندیشهاش نرسیدم. تو همون کتاب بخش یهود ستیزی کتاب ریشای توتالیتاریسم میگه که در پیش روی یک یهودی در آلمان یا در هر کشور دیگه، چون یهودی هم کشوری نداشتن، برای آنکه بتوانی پذیرفته بشی دو راه بیشتر نداری، یعنی برای اینکه بتوانی زندگی تو ادامه بدی، یا باید یک خصلت های برجسته ای از خودت نشون بدی، استثنایی باشی، نروغی داشته باشی و از این طریق خودت رو به جامعه تحمیل بکنی، تازه اون موقع در مقام یک استثناء پذیرفته می شود، پذیرفته می شود به جامعه. میگه برای کسر اکثر یهودی آمد اینه که مجبور شدن که یک موقعیت ممتاز اقتصادی داشته باشن یا یک موقعیت ممتاز روشن فکری داشته باشن. این گونه موقعیت های ممتاز یا حتی مثلا خیلی نوتی ظریفی رو مطرح میکنه که اکثر کلکسیونر های دنیا کلکسیونر های آثار هنری یهودی بودن، این به نوع ضرورت زندگیشون بود دارن که از اون امتیاز کسب کنند که جامعه به عنوان یک استثناء صاحب امتیاز رو اونها شأن انسانیشون رو برگردونه.
اما شرک دیگری هم هست، میگوید که میتوانیم یک بیگانه، یک مطرود آگاه باشیم، یعنی به تجیری که مطرود هستی و در این مطرود بودنت آگاهانه شده بذاری و از این طریق تلاش بکنی که اصل منطقه را حل بکنی. و خود آن آرنز اسم خودش رو میذاره مطرود آگاه، یعنی این وجه رو در زندگی خودش برای خودش انتخاب میکنه و دنبال میکنه. و به این ترتیب است که مسئله مهاجرت هم توی کتاب های آن آرنز و میشه آن آرنز موقعیت برجسته این پیدا میکنه. او میگوید که بعد از دورانی که دیگه توتالیتاریسم شکل گرفت، مهاجرت معناش عوض شد. سابق شما مهاجرت که میکردید یعنی شهروندی یک جایی رو با میگذاشتید، یا حتی در دوره های پیشتر رعیتی یک جا یا اربابی یک جا رو با میگذاشتید و میبستید و در جای دیگر شهروندی جای دیگری اختیار میکردید یا رعیت جای دیگری میشدید و اون هویت تازه ای رو به دست میآوردید. یعنی هویت در اون دوره ها قابل تعریف و تغییر، اما در دورانی که به اعتقاد هانا آرنت توتالیتاریسم آمد و بنیانهای سیاست و مدیریت جهان به جامعه عوض کرد، مهاجران دیگه فقط بی‌هویت میشند، یعنی هویتشون رو با میگذارند اما هویت تازه‌ای رو نمیتوانند به دست بیارند. البته این بحث بسیار بسیار مهم نیست، اما خب طبیعتا ما چون میخواهیم حداقل به اجماع یک مروری همه اندیشه های هانا آرنت رو بکنیم، نمیتونیم به جزئیاتش بپردازیم. اما اشاره هم به این نکته بود که شاید برای ما هم بعد از انقلابمون حداقل از این وجه مسئله بسیار مطرح بوده است، چه برای اونایی که تو ایران موندن چه اونایی که رفتن خارج. مسئله این که هویت ایرانیشون رو واقع گذاشتن و رفتن و هویت دیگری رو نتوانستن کشف بکنن و بنابراین یکی از سرگشتگی های جامعه بود. بالاخره ما هم به دلیل نسبت هایی که با اون آدم هایی که این گونه مهاجرت کردن داریم، فکر میکنم که این مشکل رو از نزدیک لمس کرده باشه. اما برمیگردم به نکته که زمین صحبت رو داشت عبور کردم و به سرعت گفتم و اون شاگردی هانا آرنت پیش هایدگر. هانا آرنت خیلی جوان بود، خیلی اختلاف سنی زیادی داشت با هایدگر. هایدگر کم کم اون موقعی که هانا آرنت شاگردش شد داشت چهره شاخص فلسفی میشد. البته اون کتاب مشهور و اصلیش اون موقع هنوز ننوشته بود و جالب این رو هم بدونید که هایدگر سالها بعد، خیلی سال بعد، بعد از جنگ جهانی دوم در یک نامه اعتراف میکنه که من بیشتر اندیشه هام رو که تو اون کتاب اصلی و زمان نوشته از هانا آرنت گرفتم، یعنی با از مراوده فکری و معاشرت فکری میگرست که با هانا آرنت داشتم. اما معنای این که هانا آرنت شاگرد هایدگر بود چی هست و این چه تأثیری در اندیشه های او داشت؟ شما میدونید که هایدگر یک متفکر اگزیستانسیالیست و طبیعتا دانشجویی که میره و شیفته هم میشه، شیفته استادش میشه، اندیشه هاش رنگی از اندیشه های او خواهد گرفت و بنابراین رنگه های اگزیستانسیالیستی در تفکر هانا آرنت بسیار قوی است. اما در ذهن می شود گفت که آنچه که سرنوشت او بود و آنچه که در طول زندگی به سرش آمد باعث شد که بتواند تصحیحاتی در این اندیشه های اگزیستانسیالیستی بکنه و این نکته اصلی هست که من اینجا بهش خواهم برگردم. اگزیستانسیالیسم مسئله کلی چی هست؟ اگر بخوایم خیلی به اجمال راجع به اگزیستانسیالیسم صحبت بکنیم، اگزیستانسیالیسم فلسفه زندگی است.
منتها فلسفه زندگی در کدام شکلش؟ فلسفه زندگی در این معنا که همه انسان ها تنها هستند، چون تنها به دنیا میان و تنها میمیرند. یعنی مهمترین اتفاق زندگی بشری تولد و مرگ، هر دو چیزهای اختصاصی انفرادی و فردی هستند، شراکت پذیر نیستند. بنابراین تمرکز فلسفه اگزیستانسیالیستی در فلسفه زندگی بر همین عناصر است و اینکه یک فرد چگونه باید با این سرنوشت تنهایی و یگانگی و انفرادی خودش روبرو بشود. و در واقع برنامه تازه فلسفی که اگزیستانسیالیست پیش روی فیلسوفان نهاد این بود که شما راجع به عالم و آدم و مجموعه نباید صحبت بکنید، شما باید موضوع اصلی فلسفه زندگی این که ما چگونه باید با سرنوشتمون کنار بیاییم و آیا راهی برای رهایی از این سرنوشت محدوم وجود داره یا نه. در واقع این سوال به یک سوال دیگر راه میداره و اون سوال دیگر این هست: زندگی معنیش چی هست؟ ما هر چقدر هم به هر چیزی که مشغول بشنیم و خودمون رو مشغول بکنیم، ناگزیر هستیم که برای خودمون معنایی پیدا کنیم. زندگی در بی‌معنایی بسیار دشوار است. نمی‌شود شما آدم هر هدفی داره زندگیش تعیین بکنه، باید با یک معنا ارتباط برقرار کنه، با یک معنای کلی زندگی. خب اینا به اختصار اجمال مشکل برنامه فلسفی اگزیستانسیالیست ها هست که هانارنت هم به شکل دست اول با این موضوع نزد هایدگر آشنا شد و دغدغه ذهنی شد. همه همان حتی اصطلاحات هایدگری و اینها توی مقالات اولیه هانارنت به وفور پیدا می شود. مسئله دازای، مسئله در چیزی بودن، مسئله بیرون از چیزی بودن، مسئله خود چیزی بودن که من به اینها البته نمی پردازم. فقط این اشاره رو کردم و این توضیح اجمالی رو دادم تا ببینیم که پروژه خود هانارن چگونه از این جدا می شود، کجا چه چیزهایی از این اخذ می کنه، ولی در این حال چه چیزهای تازه ای به اون اضافه می کنه و اهمیت جدی که سیاست توی فلسفه هانارن پیدا می‌کنه. هانارن درست است که یک فیلسوف بود و یک فیلسوف عجیب، اما شهرتش و شناخته شده بیش به فلسفه سیاسی هانارن است، برای اینکه نقطه بدیترین نقطه در فلسفه هانارن تعریف تازه ای از سیاست به دست دادن. در واقع هانارن این گونه در برابر اگزیستانسیالیست ها موضع گیری می کنه که میگه درست است که این سرنوشت ماست و این جستجوی معنا برای هر فرد امر ضروری است، اما این در انفراد و تنهایی به دست آمدنی نیست. اگر چه سرنوشت ما انفرادی است، اما راهی رو که طی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در طول این راه اون معنا رو برای خودمون پیدا بکنیم، این حاصل تلاش جمعی است. یعنی در علم برسمیت شناختن فردیت و انفراد، ما باید جمعیت و جمع بودن من را هم به رسمیت بشناسیم، اما این جمعیت فقط به معنای جمعیت و جامعه و با هم زندگی کردن در یک محیط نیست. اتفاقا توی فلسفه هانارنت جامعه و اجتماع اجتماعی همیشه بار منفی دارد، به دلیل اینکه میگوید جامعه اجتماع و اجتماعی به نوعی قصد سیاست هستند، برای اینکه اصالت از سیاست میگیرند و اصالت رو به خودش میگیرند. چرا؟ چون میگوید که در جامعه و اجتماعی در اون معنایی که به کار گرفته میشود
آن چیزی که عصر قرار میگیرد دغدغه معاش هست، نه دغدغه معنا پیدا کردن. اونجایی که جامدگی و اجتماعی بودن تحقق میپذیرد، همه تلاش های آدم ها برای این است که صرفا بتوانند حیات مادی خودشون رو ادامه بدن، تأمین معاش بکنن، دیگر دغدغه معنا از بین میره. برای همین است که میگه اجتماع تحت سیاست رو داره، چون در سیاست است که با معنا رو پیدا میکنه. در همین جا خوب است که اشاره بکنم به اصطلاحاتی که در واقع خانه‌ای به کار میگیره و خب اینها خیلی مشهور هستند. احتمالاً هر کسی با کتاب های هانارن سر و کاری داشته باشه اینها رو شنیده است. هانارن سه وجه برای زندگی انسانی قائل می شود. می گوید که یک، ما ناگزیر هستیم که بقای مادی من رو تأمین بکنیم و برای این بقای مادی باید اون مصالح و مواد مورد نیاز رو تهیه بکنیم. نمیدن اینجا انسان سری به حیوان شباهت پیدا میکنه، چون حیوان هم برای بقاش فضا تمیگه بکنه، پناهگاه درست میکنه و پناهگاه پیدا بکنه و علیه نبیشه سن. بنابراین این گونه کارهایی برای این امور ما انجام میدیم که یک وجه زندگی ماست و یک وجه ضروری زندگی ماست، اینها رشتشون اینجاره زحمت. و میگوید اگر انسانی فقط همین باشه، یعنی فرض کنید که یک موقعیت که فرضی رو در نظر بگیرید که آدم یه باغچه ای داشته باشه تو اون بکاره و درو بکنه و نمیدونم حیوانی رو هم پرورش بده و بخوره و حیاتش ادامه داشته باشه، این میشه در تعبیر هانارن حیوان زحمت کش، چون هیچ فرقی ندارد با حیوان هم بارار بونه، همه تلاش خواهد برای بقا و معاش. این رو در واقع اسمش رو میذاره زحمت و اون نوع آدمی که به این نوع فعالیت میپردازه اسمش رو میذاره حیوان زحمت کش. اما میگه ما کجا از حیوان پس تمیز پیدا میکنیم، انسان از حیوان زحمت کش به کجا ارتقا پیدا میکنه؟ اونجا میگه که علاوه بر این ما بخش دومی هست که کار میکنیم، دیگه زحمت نیست، کار میکنیم. یعنی در محیط مادی و طبیعیمون تغییراتی پدید میاد. یعنی مثلا فرض کنید که خب حیوان در حد همین طبیعت فقط خودش رو وفق میدهد، دخل و تصرف نمیکنه. ما دخل و تصرف میکنیم، ما درخت میبریم، ازش میز میسازیم، نمیدونم چوب الوار درست میکنیم، خونه درست میکنیم، آهن استخراج میکنیم و انواع همه چیزها اینجا کار انجام میدیم. تفاوت زحمت با کار این است که شما در کار دخل و تصرف میکنید در طبیعت و حتی راهی کار مثالهای بسیار عالیتری پیدا میکنند و اون این است که ما با استفاده از این مصالح طبیعی دست به خلاقیت های می زنیم که نقطه اعلای کار در مثال های هانارن در واقع آفرینش های هنری است. یعنی شما تابلو نقاشی، قطعه موسیقی، داستان، هر آنچه که می نویسید از مصالح و مواد و چیزهای استفاده می‌کنید و دست به خلاقیت‌های می‌زنید و آثاری می‌وجود می‌کنید. بنابراین این نفس رو، این نوع انسانی رو که این فعالیت رو هم می‌کنه، علاوه بر این که بخوری همه و میبان زحمتش که هستیم، این که اضافه می‌شود به این اسمش رو می‌گذاره انسان سازنده و مفاقر. سازنده نه به معنای مثال یعنی می‌سازد، چیزی به وجود میاره، هر چی که باشه. یعنی می‌بینید مثلا تمام مشاغلی که ما داریم، شما در زندگی طبیعی و حیوانی مشاغل وجود ندارن، آهنگری، نجاری، نانوایی، نمیدونم همه اینها، اینها در حیطه باید خب این تنوع رو بدید تا برید برسید به مدارج عالی‌تر.
با آنجایی که با ما با محیط طبیعیمون کار میکنیم، اما با کاری که میکنیم دست و تصرف میکنیم یک چیز تازهی به وجود میاریم که برای ما به درد میخواهیم مصرفش میکنیم برای کاری و مشکلی رو از آخر میکنه روی اتفاق ما رو میبرداره. این به معنای انسان سازنده است و هوموفاوه. اما بخش عالی تری که هانا آرنت اضافه میکنه و میگه که انسان اصل انسانیتش به این بخش هست، اصلی هست که این اسمش میزه اکشن، این اون قبلی بود لیبر، سبونی بود ورد، سبونی هست اکشن، اکشن و لیبر بود فرق داره. تفاوت چی هست؟ یه کمی من دیدم که اینجا وقتی رو توی بینا صحبت میشه گاهی درست دریافت نشده است، در حالی که تمیز دادن اینها اصلا ساده است و خیلی راحت میشه این رو درک کرد و فهمید. حوزه اکشن حوزه ایست که انسان با انسان سر و کار داره. ببینید یه بار دیگه ما دستبندیمون رو درست بکنیم. یک بار است که شما با طبیعت سر و کار دارید، بیان که دست و تصرف کنید، از مواهب و محصولاتش استفاده میکنید. اونجا دیوان زحمتکش، اونجایی ابزارساز هستید، اونجایی که دست و تصرف میکنید، ولی با سر و کارتون با ماده طبیعی است و از اون جهان طبیعی و ماده طبیعی استفاده می‌کنید، اینجا شما انسان سازنده است. اما اکشن جهان انسانی است صرفا، دیگه با طبیعت اصلا کاری نداریم. اونجایی که آدم با آدم ارتباط دارد اکشن، و میگوید بخش اعظم اکشن ما همون سیاست است. در عالم سیاست است که اکشن شکل میگیره. اما بیایید تعریف آن آرنت از سیاست رو در واقع یک نگاهی بهش بندازید. در یک جمله سیاست رو که تعریف میکنه اینه: سیاست رابطه ایست میان افراد برابر. ببینید ما گاهی فرق میگیریم، یعنی لغت‌ها وقتی ساده میشن خیلی توجهمون جلب نمیشه. سیاست رابطه ایست میان افراد برابر، این یک عالم حرف پشتش هست. یعنی ببینید ما دیگه دیکتاتوری از سیاست ترس میشود، زورگویی از سیاست در تعریف هانا آرنتی ترس میشود، نوع روابط میان شهروندان نابرابر دیگه سیاست نیست. برای همین است این ارج و قولی که سیاست در فلسفه هانا آرنت داره. یعنی ما زمانی میتوانیم با هم دیگر ارتباط داشته باشیم، زمانی میتوانیم به اون مرتبه انسانیت و مرتبه اکشن برسیم که بتوانیم به شکل برابر با حقوق برابر با موقعیت های برابر با هم دیگر ارتباط برقرار بکنیم. و از دل این سیاست است که معنای انسانی برای هر کسی جداگانه داده میشه. یک نکته بسیار ظریف و باریک هست و من فکر کنم که حق هماوند رو در این زمینه خوردن به عالم فلسفه سیاسی. شاید اولین دفاع بسیار مستحکم و مستدل از دوالیسم و حقانیت تکثر رو هانا آرنت در همین فلسفه‌اش و در همین کتاب بحث بشریش کرده. این که سیاست رابطه ایست میان افراد برابر، اما او اماش مهم است که پلورالیسم داشته باشیم، اما لزوما قرار نیست همه به یک نتیجه برسیم، فقط اون برابری رو محفوظ میداریم، هر کس نتیجه خودش رو میرسه و هر کس آزادانه میتواند به اون معنای خاصی که در این فعالیت جمعی به دست آمده است، اما به شکل مثلا یک قطعنامه یا بیانیه نیست که برای همه تعیین نتیجه بکنید، چون جمعا زیستیم
بقایی قواعد و مقرراتی با هم ریختیم، لزوماً هممون به یک نتیجه واحد میرسیم. نه، هر کسی میتواند معنای خودش رو داشته باشد و اگر سیاست ادامه داشته باشد و اگر این برابری میان افراد و این رابطه برابر میان افراد وجود داشته باشد، روز دیگر زورگویی در کار نخواهد و شما آزاد هستید پیگیری میکنید، میتوانید معناهای تازه خلق کنید، میتوانید به معناهای تازه برسید. سیاست عالم یک تعریف دیگر سینه، سیاست عالم اقناع است نه زود. اقناع هم به این معنا نیست که لزوما من بتوانم اقناع بکنم، من هر آنچه رو که دارم به میدان میارم و با مسالمت با شما در میان میگذارم و با این درمیان گذاشتن است که هم خودم رشد میکنم، هم خودم به معناهای تازه میرسم، هم راههای تازه باز میکنم برای اینکه شماها به معانی تازه برسید، ولی به معانی تازه خودتون. اینجا ببینید که چگونه این فعالیت جمعی با اون تفکر اگزیستانسیالیستی که به فرد این همه بها میدهد تداخل و به صورت جستجو می شود، با همدیگر تناسب پیدا می کند. یعنی ما هم حقانیتی می دهیم به حوزه عمومی و هم حقانیتی می دهیم به حوزه خصوصی. حوزه خصوصی تأثیر مثبت خودش رو در حوزه عمومی دارد، حوزه عمومی تأثیر مثبت خودش رو در حوزه خصوصی دارد، اما بینشون خط فارغ هست. حوزه عمومی در فلسفه سیاسی هانهارن حد تجاوز به حوزه خصوصی رو نداره و به عکس حوزه خصوصی هم حد تجاوز به حوزه عمومی رو ندارد. اینها میتوانند با هم دیگر تعامل داشته باشند، اما ترینشون از هم دیگر جداست. یک چیزی از اونجا منتقل میشود، چون فردی که زندگی میکنه، ببینید در نفس خود فرد حوزه عمومی و حوزه خصوصی از هم جدا نمیشند، چون شما همون یک نفر هستید اگاه در حوزه خصوصیتون و به انفراد خودتون و به تنهایی خودتون و به آنچه که میتوانید به تنهایی بیاندیشید و بیافرینید اهمیت میدهید. اما بعد از اینکه این رو آفرینید ناگزیر هستید در تعامل دیگران، اکشن وجود دارد، میایید در داخل حوزه عمومی و اون رو با خودتون هم نمیکنید. در این هم کردید دیگران هم به همین کیفیت وارد حوزه عمومی شدند و با خودشون معناهای تازه، ارزشهای تازه آوردند. در این داد ستری که در این بازار سیاسی، تعبیر بسیار زیبایی است از هانهارنت، میگه در این بازار بزرگ سیاست رو بازی دیگه بودونه تسکیل میکنه، هر کسی دکان خودش رو داره، مجموعه بازار به این دکانها رونق میده، دکانهای همجوار به دکانهای دیگر رقابت دار و ستر شکل میگیره. اما بازار همه زندگی ما نیست، به تعبیر خودش هاوسهولد هم دارید، یعنی بازگشت به خانه. بازگشت عمومی نمیتواند شما رو، نباید و نمیتوان اجازه داد که تا کنج خلوت دلتون تعقیب بکنه. اون کنج خلوت دل باید محفوظ باشه. تفاوت ما اینه، همه ایستانسی ایستانی هست، اما تفاوت اینجاست که آنچه که از حوزه عمومی میبرید اونجا خیلی اهمیت پیدا میکنه، بار و اونجا عبار ارزشی رو بیشتر میکنه، تنوع در امکان تفکر رو به شما میده. در واقع اگر ما بخواهیم حتی این معنای اگزیستانسیالیستی رو بسیار بسیار مهم بشماریم که شما در تنهایی است که برای زندگی خودتون تصمیم میگیرید، اما این وجه دیگر رو باید در نظر بگیریم که این تصمیم نمیتواند به شکل انسانی شکل بگیرد الا در دادستر آزاد و برابر با دیگران. در این وجوه هست که در واقع هانهارنت در این اینکه مشهور است اینکه لیبرال نبوده است و یه ریپابلیکن محسوب میشه که راجع به اون هم توضیح خواهم داد، اما در این وجوه با لیبرالیسم هم اشتراک دارد، اینکه برابری امکان فرصت موقعیت دارد. نکته اشتراکی که در واقع
هانا آرنت با لیبرال ها پیدا میکنه و این لقب رو پیدا میکنه که ریپابلیکن هست. میگن که اتیا کننده جمهوری خواهی در دوران مدرن در فلسفه سیاسی مدرن هانا آرنت بوده است. جمهوری خواهی یکی از معانی است که در دنیای باستان یک معنای خاصی داشته، دیگه یکی از انواع حکومتی که در دوران یونان باستان ارسطو و افلاطون اینها مطرح میکردن یکیش هم ریپابلیک بود، ریپابلیک البته اونها میگن که این وابسته از مفهومی به نام پلیس، به نام شهر، پلیس لغت برگیرده نترسید بازار نیست، پلیس به معنای شهر و این شهر معنای بسیار بسیار گسترده‌ای در فلسفه سیاسی یونان باستان دارد. شهر اون نوع همزیستی و تعاملی است که مسئولیت مدنی به عهده افرادی که در پلیس زندگی میکنند میگذاره. یعنی آنچه که در پلیس اتفاق میفته، آنچه که در شهر، آنچه که در مدن اتفاق میفته، مسئولیتش رو تک تک افراد به عهده دارند. از همین جا هست که در واقع یکی از کلیدی ترین واژه های هانا آرنت زاده می شود، مسئولیت. و نقطه اضطراب در واقع هانا آرنت با لیبرالیسم این هست که می گوید در فلسفه لیبرالیسم معاصر علاوه این همه آزادی ها و برابری و همین ها روش تأکید می شود، اما از دل اون هیچ عنصری نمی شود در واقع که مسئولیت مدنی توش باشه. civic responsibility یعنی افراد الان میتوانند خودشون رو جدا بکنن و این مسئولیت رو از دوش خودشون سلب بکنن، از دوش خودشون بندازن، از خودشون سلب بکنن. ببینید یه دامنه سازگار را یعنی راحت‌تر و روشن‌تر با این معنا ارتباطی برقرار بکنیم که جمهوریت و جمهوری خواهی هانا آرنت و با اون مسئولیت چگونه و چه اضطراب ایجاد میکنند با بقیه فلسفه‌های سیاسی. شما فرض بکنید که جنگی بین دو کشور اتفاق میکنه، فراوان هم بوده دیگه خود ما میبینیدش، اگر نظام مدن طوری باشه که شما در این که آیا این کشور، آیا این پلیس شهر، معنای شهری نیست ما الان در تصور می‌داریم، شهر می‌تواند یک کشور باشه، شهر می‌تواند یک منطقه باشه، شهر می‌تواند هر چیزی باشه در اون تعبیری که در فلسفه یونان باستان چگونه می‌شود گفت که این افراد یه عده هم توش مخالفند، یه عده توش موافقند و یه عده طرفداری میکنند و اون جنگی که توش آدم ها کشته میشوند مسئولیت این چی باید گفته بگید؟ میگه شهروند کشورهای از نوع دموکراسی لیبرالی یا دیکتاتوری که تکلیفش روشن اونجاست هم شهروندی وجود نداره که بخواد مسئولیتش، چون مسئولیت همراه با آزادیست میگه، یعنی اول باید اون سیاست برابر وجود داشته باشه تا اصلا شهروندی به وجود بیاد و این شهروندی اصلا سیاست بی‌معنا، سیاست در جای شهروند وجود نداره تعدیل است. شهروند هم کسی است که مسئولیتش رو گفته میده. میگه ما باید این رو چنان تنظیم شده باشد اصول حکومتی و اصول اداره مدن، مدینه، شهر که هر فرد بتواند نسبت به اون احساس مسئولیت کنه. مسئولیت بسیار بخش مهمی است و به درد بخور ما هم هست، چون در واقع در کتاب دیگرش، همون کتاب اول که ازش صحبت کردم، ریشه‌های توتالیتاریسم، در اونجا در بخش سومش که به نوع حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر می‌پردازه این نکته رو آشکار می‌کنه که چگونه توتالیتاریسم زاده می شود. زایش توتالیتاریسم ناشی از چیست؟ میگه توتالیتاریسم ناشی از همین است که انسان یا حیوان زحمتکش باقی می ماند یا نهایتش مقابر می شود انسان ساده، سازنده. اون انسان اکتور، اکتور خیلی واژه مهمی است که هانا آرنت، چون هم به معنای بازیگر است
هم به معنای عامل، نقش‌آفرین، کسی که عامل در عمل است. میگه کنتریبریسم هر وقت در جایی میتواند اتفاق بیفته که شاید عاملیتش رو فراموش کرده باشد. شاید مثلا به تعبیر اریش فروم همون گریز از آزادی دیدی. گریز از آزادی یعنی شما گریز از آزادی یعنی چی؟ ببینید معامله آزادی مساوی مسئولیت را اگر واقعی بپنداریم، گریز از آزادی یعنی گریز از مسئولیت. هیچ کس مسئولیت هیچ چیزی رو به عهده نمیگیره و بنابراین فقط و فقط دنبال مصرف، تأمین معاش و دنبال کردن زندگی خودشه. توتالیتاریسمی که انسان را از انسانیت ساقط میکنه، نقطه شروع و آغازش سلب مسئولیت است که نفری و شخصی از خودمون انجام داده ایم. یعنی اکشن رو نمیخوایم انجام بدیم، یا لیبر یا ورد، بدون اکشن. انسان بدون اکشن هر بلایی میشه سرش بیاره. یعنی ناگهان مسئولیت میلیونی رو فردی نفری قبضه می کند یا یک هیئتی یک بادی قبضه می کنه و هر آنچه که دلش خواست تحمیل می کنه. کسی هم توش دیگه پاسخگو نیست. بنابراین آزادی مساوی مسئولیت مساوی پاسخگویی همه از ما سلب می شود و از بین می رود. و این مسئولیت اما نکات بسیار ظریف‌تری داره. اینا البته من باز باید متذکر بشم که گاهی اوقات این گونه صحبت‌ها فقط باید در حدی باشه که من اکتفا بکنم به اینکه نکاتی رو بیان بکنم که انگیزه‌ای برید دنبال بکنید. چون آدمی مثل هانا آرنت یا آدم‌های مثل هانا آرنت و افراد بزرگ و هر کدوم از این مقدار که می‌رسی آدم دقیقش میاد که این بحث داره، این جزئیات داره و اون جزئیات و ریزکاری‌ها بی‌نهایت مهم هستن و امیدوارم که اینها فقط انگیزه بشه. من نمیتوانم، فرصتم و موقعیت الان مجال نمیدهد که این رو بس بدهم. گاهی فقط نکاتی رو فکر کنم که بیشتر به درد ما میخوره، بیشتر روش تاکید میکنم. این مسئولیت خیلی نکات داره و خیلی مسائلی پشتش نهفته است. از جمله یک رجوع شخصی بکنید، ببینید که چقدر ما اینها برامون گنگ مانده و چقدر نسبت به اینها بی توجه و بی اعتنا هستیم و چقدر این در سرنوشت جهان و جهان خودمون و جهان تأثیر نیست. ما همه چقدر فخر و غرور و افتخار داریم نسبت به آنچه که در طول تاریخ ما اتفاق. یعنی از کوروش بگیرید بیایید تا نادر و مثلا اون فتوحات و اون نمیدونم عظمت مملکت و نمیدونم خوشحالیم که نمیدونم انگلستان شاهنشاهی فراموش شده میدارن و بعد میبرن اسپانیا و بعد میبرن جاهای دیگه میشه. این همه این بی تردید این نوع احساس غرور به نسبت اون هویتی که از اون جایی که گرفته این همه این رو داریم. اما همه تاریخ ما آیا تاریخ غرور و افتخار و فتوحات است؟ آیا اون بخش دیگرش که ما تجاوز کرده ایم، غارت کرده ایم، حق دیگران رو خورده ایم، اتفاقاتی افتاده است، آیا اونها را به دوش میگیم و احساس خفت هم از اینها میکنیم؟ گاهی فراموش میکنیم، یعنی گاهی که چرز کنم اغلب و نما همه جا فراموش میکنیم. و بعد با این فراموشی ببینید شما از یک میراث یا دا چشموشی کنید یا اگر میگید که هویت من زاره میراث است، خوبش را اگر برای خودتون میگه که به خاطر این وقت من احترام بذارم بعدش رو نمید دوخته بگید. امروز من اگر به عنوان یک ایرانی میرم هر جایی دنیا، اگر به من عزت و احترام بکنن به خاطر ایرانی بودنم، این بخشش از اون غرور و مسئولیتش با خود من، اگر من رو تحقیل رو کنن و بگن که شما به این دلیل مسئولیتی که ما اونجا میندازیم مسئولیت کردن دیگران در حالی که مسئولیت خودمون رو فراموش کردیم. مسئولیت اونجاست
یعنی هر اتفاقی که بیفته مسئولیت مدنی اگر وجود داشته باشد ما حتی می توانیم درگیرش بشیم و می توانیم اون وقت به باز به یک اصطلاح کلیدی دیگه رو نارنس میرسن اون وقتی که ما اصلا حق داوری پیدا می کنیم جاجمنت بیدریز نیست جاجمنت قید و شرط داره یعنی شما در هر مقامی همیشه نمیتوانید همگان رو داوری بکنید در عالم سیاست هم به همچنین برای آنکه شما حق داوری به دست بیارید حق سخن گفتن حق ارزش گذاری حق باید بیشتر مسئولیت مدنیتون رو پذیرفته باشید باید در یک فعالیت جمعی مشارکتتون رو ورزیده باشید مشارکتتون رو داشته باشید تا به توانید داوری بکنید و الا بدین گونه گویی که تمام تاریخ رو یه مثلا یک مشت آدم ساختن که بقیه هم باید کارشون که از اونجا عبور بکنن باقی بهشون استخار بکنن مجسمهشون رو بسازن و باقی ازشون بعد بگن رو بکنن یعنی حالا ما میخواییم بیان ببینیم که اونجایی که از مسئولیت تحت دیکتاتوری صحبت میدونیم که اینا باز نکات بسیار مهمی است. سیاست رو ما اول یک رابطه برابر تعریف کردیم. رابطه بین انسان‌های برابر. در جایی که توتالیتاریسم است، در جایی که دیکتاتوری است، در جایی که هیتلر فرمان می‌راند. در اونجا مسئولیت این آلمانی‌ها چگونه است؟ خب به اختیار اراده ازشون سلب شده است. تحت فشار هستند. اما آیا آنچه که اونجا اتفاق میافته به نام چه چیزی اتفاق میافته؟ بالاخره به نام ملت آلمان اتفاق میافته. و عناصر ارتش آلمان از آسمان نبارید. آن کسی هم که مخالف نازیسم بوده است باز در اون مجموعه مشارکت داشته است. مسئولیت بنابراین اونجا به تک تک افراد بر میگردد و به چگونه زیستن و چگونه عمل کردن شد و اونجاست که اتفاقا باز یک نکته کلیدی دیگر از فلسفه خانهارنت میگم یک کتابی داره به اسم آیشمان در اورشلیم میدونید که ماجرای آیشمان و آیشمان کسی بود که این اتاقهای گاز و اینها رو طراحی میکرد توی آلمان نازی دوری هیتلر از مقامات بسیار بالا بود بعد از جنگ اینو فرار کرده بود رفته بود به آرژانتین و یه زندگی معمولی داشته در گمنامی این اسرائیلی ها با یه تمهیداتی و با یه تیمی و با کماندو های دینو شناسایی کردند و رفتند و دستگیر کردند و آوردن تو اسرائیل که محاکمش بکنند خانه آقایم که خب گفتیم که یهودی بود و در موقع امریکا زندگی میکرد داوطلب شد که بره برای مجله نیویورکر گزارشی از محاکمه آیشمان بده این کتاب بسیار هم خوندنی است هم مهم است متاسفانه به فارسی ترجمه نشده است گزارش هایی که میده و در این حال اون کنار اون عقاید و افکار و اندیشه های درزه توی عنوان فردی این کتاب آیشمان در اورشلیم هست به برنابتی آف ایبل یعنی ابتزال شر این رو آوردم که در واقع یک نقطه اتصال بین اون مسئولیت و داوری ایجاد بکنم که مسئولیت چه بود و داوری چه موقع امکان پذیر است و چه موقع می شود انجام بدهیم ابتزال شرط که میگه اینه آرشمان بر دفاع از خودش توی اون محاکمه گفت آقا من یک موقع ناچیز بودم در یک دستگاه عظیم و حالا من اگر نمی آمدم یک کسی دیگه رو این سرام نازی می آوردم می زشتم اونجا شما چه اینقدر بار من می کنید یک مجموعه عظیم نمی دادم تنظیم شده این بود ما پیچ و مهرهاش بودیم پیچ من اگر نمیدم یک کسی دیگه رو می آوردم می زشتم در واقع به نوعی می خواهد سلو مسئولیت
آنها این دنیا سطوزی دیده که شر و گرفتار شر شده یعنی گرفتار ابتزاد شده. چون این توزی این توزی آیشوان دیگه برای من از این باوه درد نابود که او میخواست این انسانیت رو بشه نهت بذاره آور این که خودش رو به پیچ و مهره تقریب میده و میگه من اگه نبودم یکی دیگه ازشن سای جای نام این کار میکرده. این میگه خیلی محتضره این نهتی انسانیت خیلی درد نابود و بنابراین همه آدم ها توی دنیا می روند به این سمت ببخشید اینا من عادت ندارم که این مسلسلی هست بسرم من چه امروز مثل اینکه رو رکبار گذاشتن پیچ منو یه سوال از برگزار کنندگان بکنم کجا پرسش و پاسخ داریم تهش که نده نه خب نمیتونیم سوال من بکنم اونها برای این نظر میگرفتم که چه چون بعضی چیزها رو آدم میتونم اونجا متوجه بشه که کی به کدوم بخش مطلب حساباش جالبتر یا مهمتر بوده یا اون بوده به این ترتیب است که آیه میشه که در این حالت اتفاق میفته یعنی حل به مسئولیت به دلیل مشارکتتون در همه این امور و در این حال از خودمون سر به مسئولیت کردن یک بار فکر کنید ببینید چقدر مسئله پیچیده است و چقدر این بخش از لحاظ اخلاقی برای ما مهم است و گاهی اگر موقعیت های خاص که تصویر نکنیم که شخصی تو شرگیر باشیم فراموش میکنیم که چگونه و چه مسئولیت های اخلاقی رو از کنارش با بی‌اعتنایی گذاشتیم. فرض کنید که مثلا جنگ ایران و عراق خودمون رو مثال میزنم شما یک سرباز باشید و یک سرباز باشم با یک اثر رسیدن به موقعیتی که یک سرباز عراقی باشد مواجهه ما دو تا با هم آیا مواجهه دو تا آدم آیا من میدونم که این آدم آدم شر است و میخوام بکشنش و آیا او میدونه که من عامل شر رم و میخوام منو بکشه یا مواجهه دو تا ناآدمه امیدوارم که چیگه یه موقعیت بزر بگیرید حالا هم اتفاق داره هر مملکت های مختلف میسته آیا حالا از این وره قضیه رو ما خیلی بهتر میبینیم دیگه آیا مثلا فرض کنید که هر آنچه که جوش بوش میکنن توی امریکا و حالا خوب یا بد ما با خوب یا بدش کار داره آیا اینا کارهایی که جورج بوش میکنند؟ گاهی یه حرفای دیگه سری کاریکاتور موسیقی میگن که آقا دولت امریکا بده ملت امریکا که بد نیستن یعنی چی دولت امریکا بده یعنی پنج تا آدم بد هست توی امریکا که آمدن مثلا وزیر و وکیل و نمیدونم سناتور شدن یا میگن که مثلا اون فرانایزو چقدر خوب بود است دادم و حال این حساب دولت و ملت چگونه از هم میتوانم سواده شدن حساب جامعه و فرق چگونه میتواند از هم جدار شدن ما اینها یکی از چیزهایی که در واقع هان آرنت میگه که اون اکشن اون سیاست رو واقعی کردن یعنی نامرئی رو مرئی کردن ما توی زندگی به روزمرمون به گونه هم زندگی میکنیم که بسیاری از چیزها نامرئی به اتفاق میفته و هیچ کدومون رو به خودمون مربوط نمیدونیم دیده به همین دلیل که از دیده ما پنهان است نامرئی ما
باید بکوشیم شهر جایی است که همه چیز توش مرئی است، همه چیز توش روشن است، همه چیز توش شفاف است. ببینید باز حتی راجع به انتخابات صحبت میکنه هانا آرنت. آدم شرط و شوری، شاید برای همین من خیلی خوشحال نمیشم. تو امریکا هم که بود اصلا آروم و قرار نداشت، دائما تو امریکا هم درگیر سیاست بود و برخلاف بسیاری از این فیلسوفان سیاسی که فقط جنبه آکادمیک دارند، هانا آرنت یک آدم فعال روشنفکر سیاسی بود که دائم توی روزنامه مقاله مینوشت، دائم توی مجالس سخنرانی میکرد و به مسائل روزشون اونجا توجه داشت. یکی از بخشهایی که هانا آرنت خیلی توش فحش هم خورد، خیلی بدجور، هم معادلهای به اصطلاح جنبش مدنی سیاهان توی امریکا بود که هانا آرنت یک موزه بسیار متفاوتی داشت با بقیه، نه اینکه حق سیاه دوستان رو خواهد نادیده بگیره، اما یه نکات و ظرایفی رو در نظر میگرفت. و به هر صورت هانا آرنت اون دوره هم اونجا از این گونه فعالیت ها داشت و راجع به انتخابات و اهمیت انتخابات و نحوه انتخابات و نحوه حکومتی که بر نوعی از انتخاب استوار طراحی میکرد صحبت کرده است. این رأیی که شما میرید میندازید اونجا حالا با همین سیستمی که هست، این در واقع رأی برگه مسئولیته. اون رأی که میندازید هم برگه مسئولیت شماست، برگه مسئولیت شماست، چون شما با نینداختن اگر کسی رو انتخاب کردید باعث شدید کسی انتخاب بشه، هر آنی که او بکنه پای شما هست. و اگر با رأی شما انتخاب شد باز مسئولیتش پای شما هست، برای اینکه اونجا مرکزی تصمیم گرفته میشه. در واقع طراحی او سیستم این نوع دموکراسی نمایندگی رو خیلی قبول نداشت، برای اینکه میگفت که توی دموکراسی نمایندگی خیلی آرا قابل تغییر نیستند، یعنی شما مکانیزمی طراحی یا تعبیه نشده است که اون تصمیم نهایی یا رأی شما مستقیم پیوند داشته باشه. شما نمیتونید، یا دشوار است براتون که در واقع بگید مثلا خیر فلان نماینده رو که انتخاب کردید یا فلان مقامی رو که انتخاب کردید بگید که میگه این به همین دلیل است که او همین تعبیر رو به کار میبره. میگه این سیستم هایی که مسئولیت رو نامرئی میکنن دشواری‌افزا هستند، اخلاق رو به خطر میندازن و باز همون حکم قدیمی میگه که همه هر سیستمی که انسان در انسانیتش ثابت بکنه و تبدیلش بکنه به حیوان زحمتکش هیچ فرقی با اون سیستم های دیگه در واقع نقد بسیار بسیار جدی در جامعه مسیحی میکنه و مقایسهش میکنه با توتالیتاریسم. البته منصف است هیچ وقت اون نسبت که به حساب توتالیتاریسم میده به مسیحی‌گرایی و جامعه مسیحی کاپیتالیسم و مسیحی نمیده. این هم بگم اما من با همه نفر هانا آرنت موافق نیستم، من فقط دارم حرفاش رو بیان میکنم، با این حرف هایی دارم این حرف ها، ولی خب ناگذیر با اونجا دارم با این حرف هاش رو با امانت مهم ببینید اونجایی که اکشن وجود نداشته باشه، عمل وجود نداشته باشه، انسان عامل نباشه، انسان مسئول نباشه، از نظر هانا آرنت حیوان زحمتکش انسان نیست. اما میگه این لزوماً با سرکوب، لزوماً با دیکتاتوری، لزوماً با جامعه بسته نیست که این اتفاق میتونه بیفته. در جامعه باز هم اگر چنان طراحی شده باشد که فقط ما مصرف بکنیم،
مصرف هم نظر هانارن معنای منفی داره به این معنا، میگه که شما چیزهایی رو که تولید میکنید دو گونه و با دو منظر میتونید تولید بکنید. آدمی که مثلا فرض کنید که یه تابلوی نقاشی درست میکنه که در بخش هوموپاور هست، این یه چیزی رو تولید کرده است که مصرفشون رو تمام نمی کنه. مصرف کنم در معنی هستم شمایی هسته که میرین نگاه میکنیم، رجعت میبریم، ایده میگیریم، اما به قصد مصرف تمام شدنی نیست. اون چیزی که ایوان در مدیش تولید میکنه چیزیست که مصرفیست که تمام میشه، یعنی وقتی که به مصرف شد دیگر تمام و اما میگه که الان جامعه سرمایه‌داری مصرفی به کدوم سمت داره میده. میگه قبلا همه چیز سنان ترکوه همیشه، شما اگر میخواد میزی بسازید میز رو با این قصد میسازید که این دوام هر چه بیشتری داشته باشه. الان الگوی مصرف و الگوی این نوع جامعه مصرفی سرمایه‌داری چی هست؟ این هست که چیزی رو تولید بکنیم که فوراً مصرف تمام بشه و جایگزین پیدا بکنه که باز دوباره یک تولید بعدی برای مصرف. میگه در مصرفی که تمام میشه شما ناخودآگاه تبدیل میشید به همون حیوان زحمتکش، یعنی چون دیگه هوموفاور هم در خدمت حیوان زحمت هدف شده حیوان زحمتکش که قرد میفرماییم، یعنی اگر ما هم اون کارهای دیگر رو هم انجام بدهیم اما با این قصد که به هدفی میرسد که در خودش تمام شود. هدف مصرف کننده اصلی ما حیوان زحمتکش است، نه هوموفاور. از هوموفاور در خدمت حیوان زحمتکشه و اون اکتور هم باز در خدمت حیوانه. اکتور ها میگن چیکار میکنن؟ میگه سیاست به اقتصاد تنزل پیدا میکنه. سیاست به اقتصاد تنزل پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی وظیفه سیاستمدار این میشود که هرچه بیشتر چنان رفاهی رو تولید بکند که اون حیوان زحمتکش راضی‌تر باشد. اون نمیگوید ما در فقر یا محرومیت یا بدبختی یا به سر ببریم یا مصرف نکنیم اصلا. میگه انسان عامل و انسان سازنده نه فقط در خدمت حیوان زحمتکش باشه. حیوان زحمتکش رو خیلی ساده میشه به اصطلاح کرد، به جای دیگر اون اکشنمون و اکتور بودنمون و به هوموفاور بودنمون هم فکر بکنیم. من خیلی چیزا نوشتم که دیگه فرصت نشد که خدمتتون بگم، ولی صحبت هام رو با دو تا باز از نکته های مهم فلسفه هانا آرنت به پایان میبرم. هانا آرنت رو بهش گفتن فیلسوف امید، فیلسوف امید در اعصار زمانی، و یه کتاب دیگه که هم بهش میگن به دلیل نوع زندگیش که داشته میگن فیلسوف آغازهای تازه. این هر دو برگرفته از متن خود آثار هانا آرنت هست. هانا آرنت میگوید که اگر ما صرفاً به همین تفکر، به این اندیشیدن، به زندگی نظر ورزانمون هم رو بیاریم، حتی در آثار ظلمانی، آثار ظلمانی هم تعبیرش به معنای دورانهاییست که به هر دلیل با زور، با سرکوب، با فشار، با قید، با بند اون وجه انسانی ما رو تحت فشار قرار دادن که ما نمیتونیم به انسانیت برسیم. و نمونه و مثالش هم کاریاسپرس از این که کاریاسپرس هم در یک از معلمان هم آرنت بود و توی آلمان دوره نازی میتونست، دیگه که ما میتوانیم یک زندگی نظر ورزانه رو دنبال بکنیم که پر از امید و راه جستن به بیرون از ظلمت هست. و همین یعنی این که زندگی ما یک زندگی پیوسته از یک نقطه شروع به نقطه پایان نیست. زندگی ما پر است از آغازهای تازه اگر در Oh.
نیاز ویژه داریم از جناب آقای خشایار بهبودی و از شما عزیزان. اگر سوال در این پرسشی داریم بخونید به صورت کتبی شما به ایشون تقدیم کنیم و جوابتون از همینجا بگیریم. بله میتونید صحبت کنید. بله خیلی شما این بهمی من هم تشکر میکنم از من دوستان یه را تخت نباشم در رابطه با اصحان نظری که خانم هانه آرین در رابطه با مهاجرانی که هویت خود رو از دست میدن اگر مقایسه بکنیم که سالی کنیم رو بکنیم در سال 1933 به بعد با تفکر مهاجرت میبینیم اصلا زبانیتی بینیم یعنی چی؟ برزه فرمایید که کلاس ایدرالتنیشن منشور سازمان ملل به نوعی خودش یک مهاجرت خط کنم که اگر مهاجرت رو به دو گونه رسید جسمی و روحی مکانیکی و ارگانیک بنابراین تمام متفکرین که در خلال جنگ جهانی دوم مهاجرت کردن یا خودشون از دست ندارن بلکه هویت خودشون رو به دست آوردن و این خواستم این سفرهایی باستم. بله متشکرم. من همونجوری که خدمت رو نمیش کردم این ها بحثای بسیار متشکری هستن هر کدومشون در خانه در فرزادگاه ماریم که ما گذرایشون اشاره کردیم. در واقع این از دست دادن یا به دست آوردن هویت و از این مسئله مهاجرت من یک نکته رو در مورد یهودی ها اگر خاطرتون باشه گفتم که شما یا یک استثنا میشوید یا یک مطرود آگاه میشوید برای اینکه بتوانید پذیرفته بشوید وقتی که آدم درجه دومی هست. مهاجرت هم همین اتفاق میفته، یعنی خود هانا مهاجر بود و رفت اونجا هویتش رو هم به دست آورد در آغازی تازه، اما هانا آرنت یک استثناست، کارگوبر یک استثناست، فریدریش فون هایک یک استثناست، یعنی یک توانایی استثنایی دارن. ما اگر به منظر عمومی به آدم ها نگاه کنیم اینها به هویتشان و از آن توانایی استثنایی فردیشون کسب کردن و توانستن حفظ بکنن او میگه در رژیم های توتالیتری که منفور هستن شما میگه یک آلمانی خجالت میکشید به آلمانی در حالی که خب مثلا برای کنید یک متفکر بزرگ خجالت نمیشه بگه من آلمانی هم مثلا بوکر نمیگه خجالت نمیشه بگه من اتریشی هستم برای که هویتش اصلا از جای دیگه داره به دست میاره اون انسان معمولی که رفت دست و میخواهد با هم روابط ساده زندگی بکنه نه هویت قومی ملی یا هر اون هویت اجتماعی دیگری که اون کشور مقصد داره نمیتونه اون رو به تمامی عصب بکنه نمیتواند به اون هویت قبلی بازگرده برای اینکه ببینید از یک جای منفور میاد از یک جایی میاد این یک چیزی که شما تو هیچ گناهی هم نداشتید میگه که مهاجران بعد از جنگ جهانی دوم از کشورهای که از این کشورهای دیکتاتوری گریختن اینها دوچار این شدند که در واقع نتوانستند اون تدبیر هم داره برای این میگه که نتوانستند اینها رو باید شهروندان جهان به حساب بیارید باید ترتیبات و تنظیمات به گونه ای باشه که شهروندی جهان رو به دست بیاره کسی که به دلیل اینکه نمیتواند مسئولیت آنچه رو که در کشورش اتفاق میفته بپذیره و به دوش بگیره و مخالف از به دلیل این مخالفت رو به شب نمیرسه میخواهد مهاجرت بکنه باید بشه که شهروند جهان بشه ولی دیگه که خب موقعیتی که تدارک دیده شده بود در واقع در اینجا در مقام توصیف است برای آدم های عالی که گریخته بودند میگه اینها شهروند هیچ کجا نبودند. ارزم به خدمت رو که این یکی از بخش های پیچیده ایست که توی فلسفه هانا آرنت هست و هانا آرنت رو در واقع می شود گفت که مثل بسیاری از فیلسوفا که یک و دو دارن هانا آرنت یک داریم و هانا آرنت دو داریم
هانا اند دو که در واقع سجلی کتاب سجلی راجع به عالم نظر می نوشت و متاسفانه جلد سوم دیگه منتشر نشد که جاکمن بود داوری بود و فوت کرد. اونجا یک تجدید نظرهایی نسبت به آنچه که در هیومن کاندیشن در وضع بشری گفته می کنه، اما اختلافی با افلاطون سر جای خودش هست، یک کدوم سر جای خودش هست. او در واقع طراحی مدینه فاضله افلاطون بود که در واقع شاه فیلسوفا رو بر اون حاکم میکنه، این رو ناقض این میدونه که افراد و تک تک به اصطلاح افرادی که در پلیس زندگی میکنن احتمالاً مسئولیت پذیر باشند و بنابراین فقط کسانی رو که واجد قدرت نظرورزی هستند راه به سیاست میدهد و بقیه میدوانند در واقع گریز از آزادی و گریز از مسئولیت بکنم، همه چیز رو میدرستم بسترم به بس اونها و برگردم و فقط حیوان زرمندش رو مقابل بشوند. اما اینکه نظر عمل رو بر نظر مقدم میدونه، این توی اون هانامنده دو تعدیل شده است و در واقع نظر رو هم نوعی عمل میدونه، یعنی دو جور زندگی داریم که زندگی نظر ورزانه و زندگی عمل ورزانه. و اون میگوید که من اشتباه میگردم، خودش به صراحت میگه که فکر میگردم که این بر اون برتر است، میگه اینها هر یک جنسند برای اینکه با همدیگر نظر مقدمه عمل است و بی نظر ورزی که آدم نمیره دست به عمل بزنه. مراد نباید اینها رو مثل افلاطون دو تا حوزه بده، یعنی آدمی که نظر میورزه دیگه اصلا عمل نکنه، فقط نظر ورزه عمل رو واگذار کنه به کسانی دیگر. این رابطه متقابل رابطه این بحث و تفسیر بیش از این میخواد در همین حد که مخالفت و افلاطون سر جای خودش، اما تقدم یا اولویت عمل بر نظر تعبیر شده است در هانا آرنت دو. ببینید در واقع به همون سلسله مراتبی که اونجا شما فرمودید و ارزش گذاری میکنه و این بخشی است که باز وامدار اندیشه اگزیستانسیالیستی است، حالا این دفعه بیشتر از یاسترس گرفته تا های دیگه، با همون سلسله مراتب سگانه زحمتکش و مقابل و به اصطلاح اکتور به همون ترتیب ارزشی با همدیگر ارتباط برقرار میکنن. اما سوال شما رو من در واقع ازش استفاده میکنم که یک نکته ای رو که یادداشت کرده بودم که بگم ولی دیگه دیدم طولانی شده دوستان دارم خسته میشن نگفتم، حالا اینجا میگم شاید یه خستگی درد کرده باشم. طول اون سگانه رو میسازه برای توضیح دادن توتالیتاریست اشاره میکنه به جامعه اتمیزه. این هم یکی از نوآوری های هانارنت. یک شرط اول برقرار شدن دیکتاتوری اتمیزه شدن جامعه است. بنابراین همه مکانیزم های توتالیتری میرن به سمت الغاء این نظر که شما طرف هستید و آنچه میخواهید برای خودتون میخواهید و نیاز به مسئولیت پذیری ندارید و جامعه رو اتمیزه میکنن. یعنی واقعا شما جوامعی که بر هر چقدر که زور بیشتر حاکم میشه افراد میان به اون انزدا به حوزه خصوصی شون، یعنی اون ارتباط بین حوزه و حوزه خصوصی قطع میشه، جامعه میشه منزوی، یعنی بی‌اعتنا به سرنوشت دیگران، گروهی که ما همیشه تنها زندگی میکنیم. مثلا مصیبت های ما اکثرا فردی است، اما نسبت به مصیبت هم بی‌اعتنا میشویم. متوجه جامعه اتمیزه جامعه ایست که مشکلات رو اکثرا فردی میکنه و رجوع به همان حیوان زحمتکش، بهتر حیوان زحمتکش درون خودش رو فقط میخواهد ارضا بره. این نقطه اتمیزه شدن بسیار مهم است. من اگر اجازه بدید قبل از اینکه سوال دیگری مطرح بشه یک نکته یاد آورم که حتما به خاطر سپرده بودم بگم. اجازه بدید که من معرفی بکنم که شما با هانا آرنت به زبان فارسی چه به زبان انگلیسی که خب اصلا همه اتفاقات خودش میشه خوند، همه
به اصطلاح کتابایی که راجع به اش نوشته شده. اما به زبان فارسی اگر دوستانی علاقمند شدند که این مباحث رو در خانه های دنبال بکنند، من در واقع یک مقدار از تاریخچه خانه های به زبان فارسی رو خدمت شما عرض بکنم. از کتاب های خانه های تا جایی که من میدونم فقط سه تا کتاب به فارسی در آمده است. توتالیتاریسمش رو که البته فقط بخشش ترجمه شده آقای سلاسی ترجمه کرده، خشونت و انقلاب رو هم آقای فولادزن ترجمه کردن، شنیدم که وضع بشری رو هم ترجمه کردن بزرگی در نیازی نهایت کردن با شخص دیگر که آن اسمش بیادن. اما راجع به خانه هارن یک فصل از یک کتاب خود من ترجمه کرده ام و فکر کنم که برای آشنایی مقدماتی از بقیه مسائل آسان‌یافتر و بهتر باشه، توی کتاب فیلسوفان سیاسی قرن بیستم که مایکل لستان نوشته است. خیلی زبان خوب و خیلی از تنوع هم داره. یک کتاب مستقل هم ازش ترجمه کرد، راجی بهش ترجمه کردن، مال لیو برادشاو هست، اسم فلسفه سیاسی هانا آرنت. و یک مقاله هم تو شماره اخیر نگاه نو راجی های مسئله مسئولیت جمعی بود که ترجمه کردم و خواهم یه بیشیم که از یادم باید توی یاد داشتم که بودم نمارد. مطمئن متشکرم از جلوهای بهیمی دوستان عزیز، آیا وقتی رفت لایتاوزی متشاهد چرا؟ اولا به خودتان که ببینید وقتی که میگیم که زندگی نظر ورزانه به معنای دستیاری حقیقت نیست و خیلی ها همین رو نوشتند و افسوس خوردن که فرصت نشد که اون جلد سه رو بنویسه که شاید جلد مهم در این جلد جا که نمید. وقتی ما نظر یعنی به آقایت یعنی ما عقیده منطقا شما اگر اهمیت کافی ندید به جاجمنت و شرایط جاجمنت و بدون جاجمنت عمل رو کنید، یعنی عقیده رو نشد گرفته از جاجمنت داوری نبوده باشد، بسیار به خطا راه میبرید و شر میزاید. یعنی همه آدم ها به ها به عقیده عمل میکنن، و اما اونجایی که اهمیت بیده با همه آیند دوم در واقع به جد تحقیق کرده است، او متوجه شد که اگر این جاجمنت در این معنا نظر و عزیز نظر و عزیز رو قیاس بکنید، مقایسه بکنید، نتایج و عواقب و عوامل رو بسنجید، نه عمل نیست، بعد از سنجش، بعد از داوری دست به عمل بذارید. مقایسه که اون میتونه اصلا دقیقا به همون توتالیتاریسم و اما نمیدونم جامعه توده‌ای و نمیدونم از این روی چیزها را ببره. تحقیقش اینجاست، متاسفانه اون کتاب بسیار دوستان مقصری که میخواست به نویچه راجع به جاجمنتون نوشته نشد، اما تیکه های زیادی یک کتاب داره اگر شما رساب انگلیسی میتونید و مثلا ترجمه نشده، یک کتاب داره بسیار Responsibility and Judgment که نقطه های این تغییر و گردش در نظرش که برای عالم نظر و عالم عمل شرایط رو چیز میکنه اون کتاب به تفصیل آمد. خواهش من از این آخری شروع میکنم. این همین گفتم که این جمله شاید با لغتهای بسیار ساده پشت خیلی چیزها خوابیده که ممکنه که با همین صورت ظاهر ما به سوی تفاهم بسیار دچار بشیم. اتفاقا راجع به همین برابری خیلی توضیح دادم. گفته اتفاقا برابری که به نابرابری منجر میشه برابری حقوقی است، برابری امکانی است، برابری در این معناست، نه به معنای اینکه ما تعریف کنیم که همه آدم ها نمیدونم اقتصادی برابر باشد، هیچ که ما برابری اجتماعی اقتصادی نیست، برابری سیاسی است. شما میگه و میگه برابری سیاسی اتفاقا قطعا منجر به نابرابری اجتماعی میشود که مفید است.
چون اونجا رو این توانایی ها و اینا به کار نیفته دیگه. و اون یکی که شما گفتید که من هنر و این کار رو چیزی دیگه اینجوری نیست، شاید ما اینجا به اجماع ترد می کنیم. خود هانا آرنت خودش رو اسمش رو گذاشت مطرود آگاه. مطرود آگاه یعنی آگاهانه موقعیت مطرود رو در جامعه انتخاب کردم، برای اینکه نمیخواهم با اون شرایط و ضوابطی که میگذارن من با این جامعه هم هویت بشم، احساس نمایی بکنم. من در مقام محدود آگاه به شکل یک ارگانیسم غریبه‌ای که چون این مجموعه رو قبول نداره فعالیت میکنه که خود مجموعه رو سازمانش عوض بکنه و بنابراین نروخ هم از بین نمیره. اون آثار عمری هم میتواند، ببینید شما هوموفابر میتواند کار سازندگیش انجام داده باشه، در دلش اکشن گنجونده باشد، یعنی یک رابطه انسانی رو بیان کرده باشه. اینها نافیه هم نیستن، چه این دوتا قابل جمع هستن با هم. ببینید اگر مسئولیت باشه، شهروندی باشه، ویرانگری معنی نداره. یعنی این مسئولیتی است که جمع در حیطه عمومی، حیطه عمومی زندگی، حیطه عمومی زندگی مخاطرات رو حداقل میرسونه. مخاطره بخشی از زندگی بشری است، حذف شدنی نیست. اون اکشن اهمیتش به این است که سازوکاری میده که ویرانگری یا تخریب یا هر چیزی رو میتواند به عکس خودش بدل بکنه یا گاهی اوقات جلوش رو بگیره. و اون نظام اجتماعی مبتنی بر این اکشن هست که میتواند جلوی ویرانگری رو بگیره، نه موعظه و پند و نصیحت، چون افکار و افراد میجوشند و راههای مختلف رو میخوان. نقطه خوبی است که با توی بحثمون بهش اشاره نکردیم و نه، هانا آرنت با انقلاب مخالف نیست. هانا آرنت انقلاب رو فقط سیاست نمیدونه. به انقلاب سیاست نیست که، انقلاب حرکتی است در جایی که سیاست تعطیل شده برای دایر کردن سیاست. چون سیاست اگر تعریف بکنیم که رابطه میان آدم های برابر در جامعه ای که رابطه بین افراد برابر وجود ندارد، انقلاب به این قصد صورت میگیرد که سیاست تعطیل را دایر بکند، یعنی این رابطه برقرار بشه. اما همین برای انقلاب دو تا الگو داره، یکی الگوی انقلاب فرانسه است، یکی الگوی انقلاب امریکا. او میگه الگوی انقلاب امریکا الگوی درست و موفق است، اما به دلیلی انقلاب فرانسه بعد از انقلاب فرانسه همین انقلاب ها الگوش میشد انقلاب فرانسه. میگه چه اتفاقی افتاد و چگونه میگه انقلاب امریکا موفق بود به دلیل اینکه به دنبالش جمهوری تفکیش کرد، یعنی آنچه که به اسم اعلامیه استقلال امریکا نامیده می شود و آنچه که جفرسون نوشته است، اینها همه همون اصول ریپابلیکانیسم نیست که توی هانا آرنت هست. بنابراین هانا آرنت از این دفاع می کنه. انقلاب فرانسه اما انقلاب ناکام و ناموفق و شکست خورده قلمداد می کنه و می گوید متأسفانه این انقلاب الگوی انقلاب های بعدی قرار گرفت و البته با شرایطی هم توضیح میده. ببینید انقلاب امریکا در جایی اتفاق افتاد که وفور اقتصادی وجود داشت، امکانهای اقتصادی بسیار زیادی وجود داشت و توزیع امکانات اقتصادی با مشکلی به نام فقر و در واقع امریکا مواجه نبود جامعه امریکا. همین همون است که اتفاقا میگه که انقلاب امریکا شاید بزرگترین اقدام در طول تاریخ بشری است. یعنی بنابراین نمیتونی الان مخالف انقلاب باشه، اما میگه انقلاب وقتی که مواجه میشود به قصد برابر کردن آدم ها، به قصد همین دایر کردن سیاست انجام میگیره، اما به دلیل اینکه توده های فرق زده وجود دارند و اون فرق عینی و حقیقی هست و اون فقر الزام آور است و ناگزیر باید انقلاب تمام
هم مقامش رو بگذاره به این که از حوزه سیاسی خارج بشه به حوزه اقتصادی بزرگ و به حوزه اجتماعی. باید بستانه در ثروتمند و بدهد به فقیر. باید و بنابراین باز دوباره منجر به تعطیل شدن سیاست میشه و بعد هم خود در واقع انقلاب روسیه و انقلابهای دیگر رو هم مثال میاره و میگه به همین ترتیب برای همین از دل انقلاب انقلابی که در جای اتفاق میفته که هر اول آخر رو فقر و نیازهای اقتصادی معیشتی جامعه میزنه راه به توتالیتاریسم و دیکتاتوری خواهد بود. حالا این مثالی بود که هانا آرنت نداده، این مثال من خودم آوردم برای اینکه شما متوجه بشید که گاهی اوقات حرفایی زده میشه فقط حرف انتزاعی نیست، اگر به یک موقعیت تبدیلش بکنید این گونه است. در واقع ببینید ما توی اون جامعه تصویری و تصوری هانا آرنت آدم ها چون همه مسئول مسئله مدنی دارند و اکشن دارند، اگر یک رویاروی اتفاقی افته شما یک پیچ و مهره‌ای نیست که دستید، شما با اعتقاد رفتید به جنگ و اون آدم هم با اعتقاد آمده به جنگ، اون با اعتقاد به این که شما مثلا عامل شر هستید بشون. و این وقت شما نمیدونی شما مثلا نظامتی احضار سیدید رفت نمیدونی که آقا اصلا عراق راست میگه، ایران راست میگه، یا اصلا آیا اینایی که دارن این را تحقیق میکنن با اهداف شخصی شما تناسبی ندارد. یعنی ببینید اینجاست که اون حوزه خصوصی با حوزه عمومی اگر تناسب درست داشته باشه شما هر کاری که بکنید مسئولش هستید به عنوان یک آدم میکنید، نه به عنوان پیش و موقع یک ماشین. یک نکته هم از این استفاده بکنم و با اون قبلی هم رفت داره. هنارین یکی از منتقدان بسیار چیدی و منصف و خوب مارکس بوده و این نقطه بود که اون رجل انقلاب و این حرفا که صحبت شد میباید سوژه اضافه بکنم رجل بخن این مسئله اخلاقی. میگه که مارکس بزرگترین اشکالش این هست که تصویر و تصور اوتوپیایی که از جامعه مطلوبش داره جامعه اینست که توش اکشن تعطیل شده، یعنی نیازی به سیاست نیست. اون که میگه که دولت از بین میره و میگه این جامعه اصلا بدترین فاجعه از جامعه که آدم دیگه کاری نداره که بکنه. در واقع اون صحبت آغازهای تازه هم که میگفتن اینه، یعنی اگر یک یوتوپیای اون یک تصویر کردن یوتوپیایی که پایان باشه، پایان کامل و شروع تازه‌ای که وجود نداشته باشه، این یوتوپیا در دل خودش فاجعه داره و بار دیگر در تر کردن حیوان زحمت کشه. و البته استناد میکنم به اینکه آنچه که در روسیه اتفاق افتاد این بود که مردم رو به زور و اکثریت رو قانع کرده بودن که بهترین کار است که شما حیوان زحمت کشه ارضا شده باشید. حتی در این زمینه با جان سیمونسکی و بنتا هم او مشکلاتی و چیزی داره. در واقع ببینید حیثیت عمل اخلاقی، من با اون مثال میخواستم نمیگم که تو هانا آرنت میگه که هر عمل شما یک حیثیت اخلاقی توش هست و باید اون رو مرئی بکنید و ببینید. با قاید کردنش مسئولیت از شما از بین میره و اقدامتون کورکورانه فاقد وجه انسانیست. عمل فردش با هر کاری که شما میکنید اون اکشنی رو میگه در زحمتش. خب ببینید من باید این بایدی نیست که معنای او دستور میدهد، میگه اگر این نکنی این در این تیز رو رفته میگه دوستوری خب برو بشو ایوان زحمتش بده شکایت دیگه نکنم چرا من ایوان زحمتشم. میگه من چشمتون رو باز میکنم، من میگم شما در چه موقعیتی هستید. اگر این رو میتلبید، اگر این مقام رو میتلبید، اگر این مقام انسانی رو میتلبید، اگر برای شما اینها ارزش داره، اینها راه هاشو برای رسیدن. و الا مثلا توی فلسفه آن آره میدونست مثلا یگانه درمتیش به اعدام محکوم بشه.
خب میاد رو میمان زحمت بشی برای زحمت رو بکش دیگه، یعنی شما نمیخوایی باید بشی یا نیست آدمش که مثلا در رو خودش میمنده میگه در انزوا و در مطلق و هم در تنهایی به سر ببرم. ما که نمیم به این دار مثلا به سوز رو میکشیم بیرون یا باشون مجازاتتون داریم، ما میمان آدمی که رفته اینطوری شده از این داره به خودش زور میکنه از نظر من طبق فلسفه من این باید رو نیست. اون میگه اگر دنبال این هستی که یک همچون به اینها اهمیت میدی این رابشه، این اون چیز نفخوده است. و البته خب طبیعتا میبینید دیگه باز اگزیستانسیالیست همهاره اینجا به کمکش میان که یکمی با بقیه فرق کنه. کتابش اسمش رو نمیذاره هیومن نیچر، میگه هیومن کاندیشن. اون میگه ببینید این وضع بشری هست، ما تو این وضع داریم زندگی میکنیم، اختیار انتخاب هم ممتاز ترین وجه بشری است. حالا اگر کسی نخواست انتخاب کنه، نخواست اختیار بکنه، او که نمیتونه زور بکنه، فقط کسی رو دیگه در جوزمان من، در داوری من، چون آدم نیست، تو آدمیه دیگه فروختی رست. خب ببینید یه چیزی به اشتباه اینجا گرفته میشه و شاید یک بدفهمی راجع به خانوادگی وجود داره. این به معنای اینکه شما سیاسی باشید به معنی نیست که شما حتی اکتیویست باشید. اتفاقا از این بابت خانوادگی رو یه اتهام بهش میزنن، یه خیلی نخبه‌گراست و اینکه اون تدبیر سیاسی و پالیسی میکینگ رو میگه در اختیار نخبه ها باید باشه، میگه آدم هایی که نمیخوان نیان ولی رأیشون رو بدن اینا برن کارو بکنن و بهتر همین هست داره. اینکه امر تخصصیست این سیاست این میگی سیاست در این معنا به معنای این هست که شما نسبت به حقوق آگاه باشید، یعنی آگاه بودن حق خودت رو بشناسی، حدود رو بشناسی، نظری تجاوز کنه و فردی هم نمیشه این در اون مجموعه به اصطلاح مدنی این اتفاق میتونه بیفته. در این معنا سیاسی یعنی در این معنا نیست که شما شما مثلا هنر رو تعدید کنید و همه بیاید سیاست ببرید، اتفاقا درست به عکس است. تا ما چون مجالمون اندکه و بینا نمیپذیریم گاهی ممکنه سوء تفاهم بشه. سیاست در نهایت سیاست به این معنایی که ما میشناسیم هماره بسیار بسیار نخبه‌گراست. الگوش هم الگوی آرتمیس دیگه، میگه شما فقط باید بیایید در این حس که این حقوق شناختی و توانست انتخاب کن بعد برو زندگی تو بکن بهش طور بگو. سیاست میگه عالم زحمت اضافی سیاست رفتی و کار سیاست نداری کردن و آدم های معمولی هم طاقتش رو ندارن که بخوام اینو فقط کسانی سیاست میبرزن. این تعبیر آرمان تو اینم از خودش بگم، میگه فقط کسانی سیاست میبرزن که از لذت بردن دیگران و تمشیت امور دیگران بیش از لذت خودشون لذت ببرن و به این دلیل دمی بار بزنن و الا آدم معمولی و عادی که میره دنبال لذت خودش. این دو تا معنای سیاست یا هم آره دیگه با هم محسوس بشه موجب سوء تفاهم. دوست خسته نباشید مجدد. متاسفانه دوستان اعلام کردن که تحت این سخنرانی به پایان رسیده و انشاءالله سوالات بیان نشده توی موقعیت های بعدی حتما پاسخ خواهد داد. و من این پیشنهاد دارم با تشکر خودمون یک خسته نباشید داغه دیمی هدیه بدیم.